بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لوليه الصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه وبعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم بعثت خاتم پیامبران را برای همه امت اون حضرت تبریک و تهنیت عرض می کنم. بدون مقدمه وارد موضوع شوم، حضرت در سنین 40 سالگی در غار حرا مبعوث به رسالت گردید. حضرت مشغول عبادت بود که جبرئیل امین نازل شد. بنابر روایتی با 70,000 ملائکه و سریر از نور و تاج از نور وارد شد. گفت اقرأ باسم ربک الذی خلق. بخوان به نام پروردگارت. حضرت فرمود که من قاری نیستم، سواد ندارم. بار دوم گفت اقرأ، باز حضرت همو جواب گفت. بار سوم حضرت را در بغل گرفت و فشرد، گفت اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذي علم بالقلم. بخوان به نام پروردگارت که جهان را آفریده، همان کسی که انسان را از خون بسته خلق کرده است. علق معانی دیگرم دارم. بخوان پروردگارت را که از همه بزرگوارتر است، همان کسی که با واسطه قلم تعلیم نموده است. پیامبر با حضرت جبرئیل قرائت کرد و سپس بنا به روایتی سریر از نور را گذاشتند و حضرت بر آن جلوس کرد و تاج از نور به فرقش گذاشتن، سپس از نظر حضرت غایب شدن. حضرت از غار حرا بیرون شد به سوی منزل خدیجه سلام الله علیها روان. روایت دیده بودم که صخره‌های کوه و حضرت سلام می دادن و می گفتن السلام علیک یا رسول الله. حضرت وارد خانه گردید، جریان را برای خدیجه سلام الله علیها بیان کرد. او گفت می دانم خدا جز خیر و برکت به تو چیزی دیگری نمی فرستد و تو هستی که امانت را ادا می کنی و تو هستی که صله ارحام به جا می آوری. من می دانستم که تو چی می شوی. اینجا یک سوال مطرح می شود. حضرت خدیجه سلام الله علیها از کجا می دانست که پیامبر به این مقام می رسد؟ بعضی مورخین می نگارند
که حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها که زن نامدار و ثروتمند و بزرگ عرب بود، ملوک جهان از او خواستگاری کردند و نپذیرفت. یک روز یک قاری انجیل، همون قسمی که ما قاری قرآن داریم، قاری انجیل هم بود و هست، پشت درش آمد، گفت من آمدم که مقدار انجیل در خدمت بانو خدیجه قرائت کنم. پذیرفتند و قاری وارد شد و در جلوی پنجره جلوس کرد. نظرش به کوچه هفتاد، دید که حضرت پیامبر اسلام که جوانی نورسی است از اونجا عبور می کند. تا نظر این قاری انجیل به حضرت افتاد خیره شد. حضرت خدیجه پرسید چی می بینیم؟ گفت بیا تو هم نگاه کن خانم خدیجه، امی پسر کی هست که از اینجا رد میشم؟ خدیجه نگاه کرد، گفت او معروف است به محمد یتیم و محمد امین. گفت اجازه میده برم او را یک بار از نزدیک ببینم؟ گفت بفرمام. این انسان بیرون شد و آمد خود را به پیامبر رسانید. وجود نازنین پیامبر را خوب مطالعه کرد، تمام آثار و علامات و نشانی هایی را که در انجیل خوانده بود که در وجود پیامبر آخر الزمان آن نشانی ها هست، همه نشانی ها را با وجود پیامبر اسلام دید و با عجله برگشت. گفت خانم خدیجه، این بچه یتیم پیغمبر آخر الزمان میشه. تعجب کرد حضرت خدیجه سلام الله علیها، گفت چطور؟ گفت من در انجیل دیدم علامت و قراینی که در پیغمبر آخر الزمان است، همه در وجود این پسر موجود است. او بالاخره پیامبر آخر الزمان خواهد شد. تا این جمله را گفت، عشق و محبت پیامبر در قلب حضرت خدیجه جای گرفت و تخمش پاشیده شد. اما فاصله زیادی است برای رسیدن به وصول، برای رسیدن به همدیگر. او زن نامدار است، این پسر است که میگن بالاخره یتیم عبدالله است. این محبت در دلش هر روز بیشتر میشد، سرسبزتر میشد، ولی هیچ وسیله وجود نداشت که وصال اینها را فراهم بسازد. اما به همین فکر بود. مدتی گذشت، عبدالمطلب عموی پیامبر به خانه خدیجه آمد که او هم از بزرگان عرب است. عبدالمطلب خدیجه خوب پذیرایی کرد و حضرت عبدالمطلب فرمود که خدیجه، شنیدم که شما به کسانی پول و سرمایه می دهید که تجارت کند و بهرش را هم شما بردارید و هم او. من برادرزاده به نام محمد دارم، می خواهم که سر و سامانی در زندگی او بدهم. آمده هم اگر لازم میدانی مقدار سرمایه با او بده که او هم تجارت کند، اگر بهره گیرش بیاید زندگیش را سر سامان دهم و همسری برایش انتخاب کنم. خدیجه گفت خوب است، بفرست.
حضرت آمد سرمایه گرفت به تجارت رفت که داستانش طولانی هست و وقت ایجاب نمی کنه که عرض بکنم. حضرت از تجارت برگشت، منفعتی بسیار خوبی به دست آورد، همه را به عمویش داد، گفت برای خانم خدیجه تقدیم کنین، هر مقداری که خود لازم دانست برمی گرداند. عبدالمطلب آمد سرمایه را با منفعتی که در این تجارت صورت گرفته بود برای خدیجه تسلیم کرد. حضرت خدیجه این منفعت زیاد را که دید تعجب کرد، همه منفعت را به عبدالمطلب داد، گفت برای برادر زادت بدی، خوب کار کرده است. بعد گفت که تو گفته بودی که سر و سامان به زندگی او بدهی و همسری به او پیدا بکنی. گفت آره. گفت اگر ما کسی را پیدا کنم شما میپسندید؟ حضرت فرمود شما پیدا کنید، ما هم فکر میکنیم. خلاص کنم صحبت را، وصلت صورت گرفت. خدیجه کبرا همسر پیامبر شد، پیامبر هم مبعوث بر رسالت گردید. چه رسالتی؟ رسالتی که خاتم النبیین و خاتم المرسلین گردید، رسالتی مهمی که خداوند این رسالت را با عنوان منت بر امتان پیامبر در سه جای قرآن بیان کرده. سوره آل عمران آیه 163، سوره حجرات آیه 17، سوره قصص آیه 5. در سه جای قرآن این رسالت را به عنوان منت بر بندگان خودش یاد می کند که من یکیش را به شما قرائت کنم که لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. خدا می فرماید که لقد من الله، خدا منت گذاشت بر مؤمنین که از بین خود آنها پیامبری برانگیخت که اون پیامبر آیات خدا را بر آنها تلاوت کند و تزکیه کند، با آنها علم کتاب بیاموزاند، در حالی که قبلا در گمراهی مطلق بودند. ببینین خدا خیلی نعمت ها برای بشر عنایت کرده، آسمان، زمین، نعمت های گوناگون، نعمت وجود، نعمت اولاد، نعمت مقام و و امثالهم لا تعد ولا تحصاس. اما هیچ کدام نگفته که ممنون باشید که من همچون نعمت شما را دادم، نعمت رسالت پیامبر را از بین تمام نعمتهای انبیا با عنوان منت بیان میکنه. لقد من الله، منت گذاشت خدا که همچو پیامبری از میان خود شما برانگیخته است. این حضرت موقعی که مبعوث بر رسالت گردید، اعراب به منتها درجه جهالت زندگی می کردن. از زندگیشان جز خواب و خورد چیز دیگری را نمی فهمیدن و بسری موضوعات موهوم با هم دیگر می جنگیدن و جنگ و خونریزی و دختر کشی را افتخار می دانستن.
در همین گیر و دار وحشت و دهشت و حسرت و پشیمانی و ندامت و بدبختی و دخترکشی و امثال هم پیامبر بین همین مردم مبعوث گردید، کارهای زیادی کرده است که در بیان من و فرصت من گنجایش ندارد. از جمله کارهایی که این حضرت کرد این بود که این اعراب آنچنانی را با اون اوصافی که داشتن روحشان را فکرشان را از زندانهای هوا و هوس آزاد کرد و آقای جهان ساخت آنان را. آزادی انواع مختلف دارد. یک نوع آزادی، آزادی بنده است از قید رقیت، که یک بنده از قید یک آقایی که او را خریداری کرده هر وقت که آزاد شد میگه آزاد شد فلانی. آزادی دیگر آزادی ملت هاست، از زیر سیطره و یوغ دولت‌های مستبد ظالم و بیدادگر، که هر گاهی که ملت‌ها توانستن انقلاب برپا کند، آن نظام مستبد را سرنگون کند، میگوین این ملت آزاد شده است. در خلال این آزادی هایی که عرض کردم و آزادی های دیگری که در ذهن دارم، مهمترین آزادی ها آزادی روح و آزادی فکر است. اگر روح بشر، فکر بشر آزاد نشود، آزادی های دیگر کاربردی ندارد. پیامبر آمد روح مردم را، فکر مردم را از زندانهای هوا و هوس آزاد کرد، فکر مردم را باز کرد، دخترکشی ها را از بین برد، که یکی از بزرگان عرب است خدمت پیامبر اسلام مشرف شد، گفت یا رسول الله، تو بیشتر از کسی بر ما حق داری که دست کسی را گرفته باشد و از زندان آزاد کرده باشد. گفت یا رسول الله، در بین ما که دخترکشی معمول و مرسوم بود، من هم خانم حامله داشتم و در سفر رفتم، در خانه من دختری متولد شده بود، همسرم از بیم آن که او را من به قتل نرسانم در خانه یکی از خیشاوندانش پنهان کرده بود. من از سفر برگشتم و دیدم که خانم وضع حمل کرده. گفتم خانم وضع حمل کرده؟ گفت آره. گفتم چی بود؟ گفت دختر بود. گفتم چی کردی دختر؟ گفت طبق عنعنات خود ما بردم زنده زیر خاک کردم. ای عرب، میگه کلان عرب، اسم شما نمیگیرم. گفت یا رسول الله، از این کلمه آنقدر خوشحال شدم که جهان به نظرم روشن شد که همچو خانمی دارم که به دست خود دختر را به خاک سپرده است. گفت 7 سال از میان گذشت، روزی در خانه آمدم، دیدم دخترکی زیبا صورتی کشندهی در کنار همسرم نشسته. گفتم این جریان است؟ گفت میدهم که همین دختری داری دختر خود من و توست، نور چشم خود من و توست، اولاد خود من و تو هست، من پنهان کرده بودم، الان که دیدم محبت داری با تو معرفی کردم. ای کلان عرب، میگه یا رسول الله، تا این جمله را شنیدم زمین و زمان به چشمم تاریک شد که ای وای به حال منی که بزرگ عربم و دختر داشته باشم. اما از بیم آن که مباد مادرش حیله کند چیزی نگفتم، آرام گرفتم.
گفتم آره که دختر مایی بیا دستت را بگیرم بازار ببرم، با خود در بیابان آوردم، زمین را حفر می کردم، خود دخترم با من کمک می کرد تا عمقش زیاد شد، دست دختر را گرفتم بلند کردم، بین اون گودی انداختم، او هرچه گریه کرد، هرچه ناله کرد، هرچه عذر کرد، در قلب سخت‌تر از سنگ من تأثیر نکرد، زیر خاک پنهانش کردم و مرد. گفتی یا رسول الله ما این گونه بدبخت بودیم، تو ما را نجات دادی، نمیدانم به چه زبان از تو تشکر کنم که بیشتر از این وقت اجازه نمیدهد که در خدمت شما عرایض را تقدیم کنم. از خدای بزرگ میخواهم که همه ما را از امتان واقعی پیامبر گرامی اسلام محسوب بدارد. با عرض حرمت، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.